بدیه دیگه در عرف ما. کتک خوردن چیز خوبی نیست. میگه این میشه باعث خوبی میشه. باز یه چیز بد اومده باعث یه چیز خوب شده. این مثال تو اون رابطه داره میگه. ولی حیوانی که میگه خیلی غریبه. من به شما بگم این میتونه همین جوجه تیغی باشه، منتها در از جوجه تیغی که تهدید میشه اینطوری میره تو خودش و بدنشو خاراش میده بیرون و هیکلش جثهش بزرگتر نشون داده میشه. یعنی من اینطوری فکر میکنم شاید این که میگه فربه میشه اینا منظور جثهش بزرگ میشه و این منظورش اشاره به همون جوجه تیغیه. در اصل یه نوع جوجه تیغی بزرگ. حالا این حیوان و مثال آورد که این بیت رو بگه، میگه نفس مومن اشقری آمد یقین، کوز زخم رنج زفت است و سمی. ببینید میگه از زخم رنج این زفت میشه. کی؟ نفس مومن. یکی از اشکالات همینجاست. نفس در اینجا منظورش اون نفسی که همه جا میگه در مقابل عقل نیست. این نفس منظورش اینجا همون چیزی هست که جان ما میگه. همین در مقدمه هم در عرایز من گفتم ما عمرمون رو میدیم به جاش جان میخریم، جان میگیریم. پس این جانو داره میگه. جان مومن مثل اشقره، هرچی رنج و بلا ببینه چاق میشه، بزرگ میشه. این معنی ظاهری ابیات، با این استثناء که نفس رو ما اینجا برخلاف همیشه اون نفس به اصطلاح بدکار نگرفتیم، نفس اماره نگرفتیم. این نفسی هست که تبدیل شده به نفس مثلا یه لول بالاتر. نفس، نفس در پایین ترین سطحش نفس اماره است و همش از ما میخواد چیزی. ولی بعد که هی خواست و سرش خوردیم بر اون بر، یواش یواش پخته میشه نفس ما، هم ذهن ما آموخته میشه، یواش یواش یاد میگیره که از خودش بهتر مراقبت کنه و از ما بهتر، به شرطی که آموخته‌های جدیدش ترفندهای جدید بار نیاره که ما رو توی مخمصه‌های بدتری فرو کنه. ولی همینطوری اگر بشینه رنج‌های خودش رو نگاه کنه، ذهن من قابلیت اینو داره که یاد بگیره خودش و بتونه خودش رو جدا کنه. اون وقت یه نفس اماره نیست، اسمش شده نفس راضیه، نفس مرضیه، یعنی راضی است از همین شرایط. بگذاریم. منظور که حالا اینو میگه، این حیوان مثلا اشغل است و نفس مؤمن یا اون جان مؤمن هم مثل این حیوان اشغله، هرچی بلا ببینه سفت میشه جونش. زین سبب بر انبیا رنج و شکست از همه خلق جهان افزونتر است. میگه به همین خاطر اونایی که خدا خیلی دوست داره انگار رنجشون رو زیادتر کرده. حالا دیگه معلوم نیست رنج بیشتر باعث شده اینا کوالیتی بهتری پیدا کنن و عزیز بشن، یا از اول اینا عزیز بودن به خاطر اون رنج اضافی بهشون داده. ولی نتیجه گیری این کرده مولانا که انبیا رنج بیشتری از آدمای عادی دیدن و به خاطر این جانشون از ما بالاتر وایستده. زین سبب بر انبیا رنج و شکست از همه خلق جهان افزونتر است. تازه جانها جانشان شد ضعف‌تر، که ندیدند آن بلا قوم دیگر. یعنی هیچ کسی دیگه این بلا سرش نیومد، فقط سر همین
انبیا اومد، تازه جان ها